بریم ببینیم چه خبره در فضای مجازی فوتبال کشورمون. در مورد کسر امتیاز استقلال تراکتور بگم که پرونده استقلال و تراکتور در رابطه با کسر امتیاز احتمالی از این دو تیم هنوز در کمیته انضباطیه و رأی اون تا پایان هفته اعلام خواهد شد. حالا هواداری پرسپولیس و استقلال سپاهان منتظرن ببینن آیا کسر امتیاز صورت میگیرد یا که نه. محمد حسین مرادمند یه استوری گذاشت و گفت که حالا خبرگزاریای فلان، حالا نمیدونم چی که حالا یه شایعه‌ای درست کرده بودن که محمد حسین مرادمند ممکنه 4 ماه نباشه و دور از میادینه، گفته که در جریان باشید، واقعی نیست و فیکه. اینو خود مرادمند گفته. مرسول پارک در فاصله یک شب مونده تا شروع بازی النصر و پرسپولیس رو میبینید، ورزشگاهی که واقعا هم ورزشگاه مدرن و خوبیه. یعنی این ورزشگاه آدم طنز بخوای، طنز تلخ بخوای بنویسی، اینو قیاس کنی با ورزشگاه آزادی خودمون. جوزه مورایس قبل از بازی با نیرو هوایی عراق مصاحبه کرده و گفته که AFC باید دلیل روشنتری برای کسر 4 امتیاز از سپاهان می آورد. اما کنفرانس یحیی گل محمدی حالا شروعش با اعتراض بود که گفت ناهماهنگی در این سطح از مسابقات لیگ قهرمانان عجیبه. چرا؟ چون میگه من نیم ساعت منتظرم فقط محل برگزاری نشست رو پیدا کنم. این ناهماهنگی ها در این سطح از مسابقات واقعا عجیبه. حالا در مورد موضوعات مختلفی صحبت کرد، گفت میدونیم که مقابله یه تیم با کیفیت بازی داریم و ستاره‌های زیادی داره و مربی خوبی داره. در بازی رفت باختیم ولی فردا می‌خوایم کیفیت خودمون رو نشون بدیم و هدفمون هم کسب 3 امتیازه. می‌خوایم بازی خودمون رو انجام بدیم و می‌دونیم که بازی سختیه، اما آماده اینیم که بازی خوبی انجام بدیم. مطمئنم که فردا می‌تونیم یه بازی خوب همراه با امتیاز و به امید خدا برد داشته باشیم. این هدف اصلی ماست. آرزوی خودم و تمام مخاطبای فکر می‌کنم پرسپولیس این باشه که بتونه پرسپولیس، حالا نماینده کشورمونه، با کسب 3 امتیاز بتونه از زمین مسابقه خارج بشه. درباره اتفاقات رخ داده هم گفته که در این باره صحبت زیاده و بعداً حتما صحبت میکنم. الان مهمه که به تمرین برسم چون تمرین دیر شده و باید تمرکزم رو روی بازی بذارم. زیادی سعی نمیکنم که ذهنمون رو مشغول اتفاقاتی که نباید میافتاد کنیم. تنها دنبال اینیم که تمرکز کنیم تا فردا بازی خوبی انجام بدیم. در نهایت هم گل محمدی بعد از صحبت کوتاه در نشست خبری به علت تاخیر به وجود اومده با عصبانیت نشست خبری رو ترک کرد. مهدی ترابی اومد مصاحبه کرد، گفت که منم باید یه گلایه بکنم. اصلاً اتفاق خوبی رخ نداد. ما در تهران میزبانی خیلی خوبی از النصر داشتیم، اما در قدم اول مانند آنچه که در شأن و شخصیت ما بود رفتار نشد. ما این همه استقبال کردیم از النصریا، میگفتن آی مهمون نوازی ایرانی ها، این داستانا بوده. پرسپولیس رفت اونجا، فقط 2-3 نفر سفیر ایران در عربستان بود که حضور داشت، چند تن از اعضای هیئت مدیره باشگاه النصر هم حضور داشتن. و اینم نوع طنزیه دیگه، میگه فردا بازی خیلی سختی داریم، تلاش میکنیم که سر بلند از زمین بیرون بیایم. در بازی قبل اونطور که باید شاید بازی نکردیم و این بازی باید تمام تلاشمون رو انجام بدیم تا دل هواداران رو شاد کنیم. مهدی ترابی همون بازی بود که مصدوم شد. آره، اسپورت 360 سعودی هم نوشت که کریس رونالدو، سادیو مانه، آیمریک لاپورت، اوتاویو و بوروزوویچ 5 خارجی النصر برای تقابل با پرسپولیسن. که حالا نکته جالب اینه که الکساندر تالیسکا حضور نداره. تالیسکایی که در مقابل ادوئل حضور داشت و هتریک هم کرد، مثل بازی رفت حضور نداره در مقابل پرسپولیس. اینم در نوع خودش جالبه. النصر پرسپولیس رو میبینید از نگاه آمار که پرسپولیس النصر الان 4 بار حالا در مقابل همدیگه قرار گرفتن. یه برد پرسپولیس، 2 برد النصر و یه بار هم مساوی شده. نتایج رو در رو 2-0 النصر، 1-1 مساوی و 1-0 به نفع پرسپولیس. جایگاهشون در جدول، النصری‌ها اولن، پرسپولیسی‌ها دومن. 4 بازی 12 امتیاز برای النصر، 4 بازی 7 امتیاز برای پرسپولیس و عملکرد اخیرشون هم مساوی مساوی، باخت، برد برد برد. حالا النصری‌ها با برد به استقبال این مسابقه میان و فردا شب هم ساعت 21:30 میتونید این مسابقه رو ببینید. حالا در این چارتی داره که این دو تیم در مقابل هم دیگه قرار گرفتن، سهم النصری 6 گل و سهم پرسپولیس 2 گل بوده. اینم گزارش تصویری از آخرین تمرین پرسپولیس قبل از دیدار با النصر. یه تصادف شدیدی هم حامد پاکدل واسش ایجاد شد. حالا امیدواریم که اتفاق خاصی نیفتاده. خدا رو شکرم سالمه حامد پاکدل، مهاجم تیم پیکان که سابقه حضور در تیم پرسپولیس رو هم داره و حالا خوشبختانه اتفاق خاصی هم نیفتاده. شنیده حکایت از این داره کمیته انضباطی قصد داره 1-2 امتیاز از تراکتور حالا تا اینجای کار کم بکنه. اینم گزارش آخرین تمرین پرسپولیس قبل از دیدار با النصر عربستان که حالا خبرنگار فوتبال 360 گرفته. ورزشگاه اختصاصی باشگاه النصر هستش، جایی که قرار هست
تیم‌های پرسپولیس و ادنس فردا شب از ساعت 21:30 دقیقه در این ورزشگاه در چارچوب مرحله گروهی و دور برگشت این مسابقات به مساف همدیگه برن. آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس همینطور که در تصاویر مشاهده می‌کنید قبل از این بازی مهم برای قرمزها در حال برگزاری هستش. قبل از بازی یحیی گل‌محمدی در نشست اتوبوس تو هواپیما محمد حسین کنعانی زادگان داره تیم فوتبال انس رو آنالیز میکنه، اینم نکته جالبیه. تصاویری از نشست خبری یحیی گل‌محمدی و مهدی ترابی قبل از دیدار با انس، وضعیت اردو پرسپولیس شب قبل از بازی با انس رو می‌بینید که حالا این گزارش خبرنگار اعزامی خبرنگار تسنیم از آخرین تمرین پرسپولیس در ورزشگاه مرسول پارک که میتونید ببینید. اینجا ورزشگاه مرسول پارک، ورزشگاه خانگی باشگاه انس در عربستان، جایی که پرسپولیس فردا در پنجمین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مساف حریف خودش خواهد رفت. سرخپوشان برای اینکه همچنان شانس صعود از این گروه رو داشته باشن باید حداقل امتیاز رو در دیدار فردا به دست بیارن. یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس لحظاتی قبل در نشست خبری شرکت کرد و به شدت از ناهماهنگی رخ داده در میزبانی عربستانی ها گلایه‌مند و عصبانی بود. گل‌محمدی بابت تأخیری که داشت کمی دیرتر از موعد مقرر به نشست خبری و تمرین تیمش رسید. باید دید فردا پرسپولیس در مساف با یاران رونالدو چه نتیجه به دست خواهد آورد. ترافیک خوندید؟ من اون محبته استادیوم این سر که ماشین دیدیم دوست دارم بازی خودمون رو انجام بدیم. میدونیم که شرایط استادیوم، جمع استادیوم جمع سنگینی بازیکنهای خوبی داره، ولی آماده این هستیم که بتونیم بازی خوبی رو انجام بدیم. دیگه بچه ها به بازیکنها باور زیادی دارم خودم شخصا و مطمئن هستم که فردا میتونیم یه بازی خوب همراه با امتیاز و انشاءالله کسب برد بتونیم زمین رو ترک کنیم. این هدف اصلی ماست. ببینید راجع به ناهماهنگی ها و بی‌توجهی که صورت گرفت صحبت زیاده، بعدا میتونیم راجع بهش حرف بزنیم. و چیزی که الان برای من مهمه اینه که تمرینم برسم، چون تمرینم دیر شده و تمرکزمون به بازی باشه، رو بازی باشه. زیاد سعی نمی‌کنیم که ذهنمون رو مشغول اتفاقاتی که نباید می‌افتاد بخوایم ذهنمون رو مشغول بکنیم و فقط دنبال این هستم که بتونم تمرکز خوب داشته باشم برای اینکه بتونیم فردا بازی خوبی رو انجام. این از خبرهای مجازی ما در مورد پرسپولیس. حالا در مورد استقلالی هم محمد حسین مرادمند بود صحبت کردیم. حالا کسر امتیازی که تراکتور صورت گرفته شنیده آکی از اینه. به طور رسمی فکر می‌کنم تا چهارشنبه بیاد حالا از تراکتور تا آخر هفته هم برای استقلال که باید ببینیم چه اتفاقی میفته. بچه هر چقدر راضی بودی من زور گفتم لایک بکنید، دمتون گرم. فقط این لایک گفتن رو من فقط واسه یادآوری میگم، وگرنه اصلا قصدم اینه که رو روانتون برن نیست. دمتون گرم فعلا.